علیرضا جهانبخش با آلکمار به یک چهارم نهایی جام حذفی هلند رسید. این تیم هفته گذشته تو خونه حریف دست دومیش فورتونا سیتارد تا دقایق پایانی 2-1 عقب بود. دقیقه 89 گل تساوی زده شد و لحظاتی بعد جهانبخش با یک گل بی‌نظیر آلکمار رو پیش انداخت. جهانبخش 1-2-3 Schitterend doelpunt van Alireza Jahanbakhsh. Die ergens gezien moet hebben dat Miguel Santos wat ver voor zijn doel staat en dan در ادامه گل چهارم هم از راه رسید تا آزاد 4-2 به پیروزی برسه و راهی یک چهارم بشه، جایی که باید به مسافه زوله بره. هفته 18 همه لیگ هلند هم برگزار شد و تقابل قوچان نژاد جهانبخش تو بازی هیرنفین و آلکمار با برد 3-1 آلکمار به پایان رسید. جهانبخش که 90 دقیقه تو زمین بود، نیمه دوم باعث اخراج بازیکن هیرنفین شد و بعد از اون بود که آلکمار 3 بار دروازه حریف رو باز کرد. گوچی هم دقایق پایانی به زمین اومد. دور رفته 1/8 نهایی جام حذفی یونان با درخشش دو بازیکن ایرانی پشت سر گذاشته شد. هانیونیوس که احسان حاجی صفی رو 90 دقیقه در ترکیب داشت 2-0 حریفش رو شکست داد که احسان گل دوم رو به ثمر رسوند. اوخان صفی بلدی بالا بلدی بس برو که اوخان صفی زیو میده مسیس سالان در ترال تا کاتابلیستیک پروسپاتیا بودولیرانو یعنی اولا کلاکسو لبروفی. تو بازی اولمپیاکوس هم کریم انصاری فرد از دقیقه 66 وارد زمین شد و 10 دقیقه بعد با گلی که وارد دروازه حریف کرد تیمش رو به برتری 2-0 رسوند. Παξαφή. Πέρασε την μπάλα ο Εφασί με γροθιές ο Ταπόκο, αλλά ο Εφασί γυρνάει και σταματά την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα στο 77. هانیونیوس دوشنبه گذشته آخرین بازی نیم فصل اول سوپرلیگ یونان رو هم با حضور فیکس حاجی صفی 2-1 به لوادیاکوس باخت. لیگ بلژیک که با سرعت برق و باددار بازیاش پیش میره هفته 20مش هم پشت سر گذاشته شد. شارلروا با کاوه رضایی به مسافه خنت رفت و در پایان با گل دقیقه 97 حریف 1-0 مغلوب شد. با این نتیجه جبران اختلاف 11 امتیازی با کلوب بروژ صدرنشین برای شارلروا سخت‌تر شد. و یک کلین شیت دیگه برای امیر عابدزاده با لباس ماریتیمو. در ادامه مرحله گروهی جام اتحادیه پرتغال، ماریتیمو با حضور امیر عابدزاده درون دروازه‌اش مقابل بلننسس به تساوی بدون گل رسید.